سلام، امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه. مرسی از اینکه ویدیوها رو میبینید، برای دوستاتون به اشتراک میذارید و کانال رو سابسکرایب میکنید. امروز میخوام از یکی از بدترین تجربه هام از اخلاق آدم ها صحبت کنم. یه خورده پیچیده شد، ولی اگه دوست دارید راجع به اخلاق کانادایی ها چیزایی بدونید، لطفا ادامه ویدیو رو ببینید. از روزی که ما وارد کانادا شدیم که تقریبا 4 سال خورده 5 سال داره میگذره ازش، اولین چیزایی که خیلی به چشم من اومد، به چشم آدما میاد، به چشم ما ایرانیا میاد، احترامیه که آدمای اینجا به همه میذارن. این محبتیه که با یه لبخند ساده، با یه سلام کوچیک، حتی آدمای غریبه تو خیابون به همدیگه میکنن. و از همون افسری که توی فرودگاه مهر ورود پاسپورتمونو زد تا همه آدم ها، تو میبینی که یه لبخندی رو لب آدم هاست، عصبانیت توی عموم جامعه وجود نداره و همه با هم با محبت برخورد میکنن. نحوه برخوردها خیلی محبت آمیزه، خیلی همه نایسن، خیلی همه خوب صحبت میکنن، مگه جاهای خاص، بعضی مواقع و اتفاقای خاص. حالا من میخوام یه اتفاقی که چند روز پیش برام افتاد و براتون تعریف کنم که بگم کاملاً رفتار یه آدم باعث شد من یاد سیستم اداری ایران بیفتم. چند روز پیش من برای گرفتن یه بسته‌ای که از ایران ارسال شده بود، که برای خودم هم نبود، برای خانواده بود، رفتم. بهم زنگ زد خواهرم، گفتش که میای بریم گمرک یه سری جنس تحویل بگیریم. گفتم آره. روزی که داشتیم میرفتیم، ما توی خانوادهمون کلن از افعال معکوس برای شوخی زیاد استفاده میکنیم. مثلا یه غذای خوشمزه است، میگیم این چقدر بدمزه بود. اینجوری شوخی اینجوری زیاد داریم، مخصوصا راجع به چیزایی که میخواییم با اینجا رو با ایران مقایسه کنیم. مثلا میگیم که تو خیابون چقدر آدما بوق میزنن، در صورتی که اینجا خیلی کم صدای بوق رو میشنوید. اون روز که داشتیم میرفتیم، خواهرم برگشت گفتش که الان میریم اونجا، چون تجربهشو از 7-8 سال پیش داشت، برای خودش یه سری کتاب و وسایل میخواست، ما ارسال کرده بودیم. خواهرم گفتش که الان که میریم اونجا یه سری آدم بد اخلاق، افسرهای بد اخلاق نشستن، پاچه میگیرن، گیرای علکی میدن، بد صحبت میکنن. بعد من با خودم فکر میکردم که داره شوخی میکنه، همون جوری که الان برام عجیب بود که بگه مثلا، یعنی واقعا آدم افسر بد اخلاق اینجا ببینم، همونقدر برام چیز بود که روزای اول که اومده بودیم ما از پلیس میترسیدیم اینجا، توی ضمیر ناخودآگاهمون از پلیس میترسیدیم. بعد یواش یواش برامون جا افتاد که پلیس قرار نیست گیر علکی به ما بده، طبق قانون زندگی کنی، قانون رعایت کنی. اون ذهنیتی که ما از پلیس توی ایران داشتیم اینجا اون نیست. یواش یواش ترسمون از پلیس ریخت و دیگه از دیدن ماشین پلیس، خود پلیس به جز موارد معدود، نمی ترسیم دیگه، اوکی شدیم. بعد اون شب که گفتش که الان میریم چند تا افسر بد اخلاق اونجا نشستن، فکر کردم شوخی میکنه. ولی اولا که وقتی رفتیم اونجا، اولا چون فضای مرز بود دیگه، یعنی گمرک و مرز و جاییه که نمیشد فیلم بگیرم براتون، رفتیم یه آدرسی بهمون داده بودن، ایمیل داده بودن که بیاید توی انبار، وسایل شما هستش، انبار تا ساعت 10 شب بازه، خود گمرک 24 ساعته بازه. ما رفتیم انبار، گفتیم که این به اسم من یه سری وسایل اومده. گفتش که اوکی برو گمرک، این کاغذ رو ببر گمرک، اینو مهر کنن بیاری، وسایلتو به تحویل میدیم. تا اینجا همه چی اوکی بود. یه آدرس بهمون دادن، روی نقشه کامل توضیح داده بود که ما اینجاییم، شما میری اینجا گمرک، دو تا ساختمان مجزا بود ولی تقریبا توی همون محدوده بود. رفتیم توی گمرک، اولین برخوردی که دیدم فهمیدم که نه، این دفعه افعال معکوس نبوده، شوخی نبوده و کاملا از اولین برخورد افسر، فکر کنم بد اخلاق ترینشون هم به ما افتاده بود. 4-5 نفر بودن، آدمای مختلف داشتن حرف می‌زدن، یکی دو تاشون زن بودن، یکی دو تاشون مرد بودن. افسرها رو دارم میگم، فکر کنم بد اخلاق ترینشون هم به ما خورده بود. خیلی بد اخلاق بود، رسما منو یاد مامورای جمهوری اسلامی مینداخت.
و الکی داشت پاچه میگرفت، الکی گیرای الکی میداد. من کاری به بخش قانونیش ندارم، اینکه سوالا رو با لحن بد میپرسید کاملا منو برد توی اون فضایی که 30 چند سال توش زندگی کردیم. در کل تجربه خوبی نبود. میگم اگه من محمد الان اون آدمی بودم که داشتم تو ایران زندگی میکردم و با اون سیستم اداری، خیلی به هم بر نمیخورد، اصلا به چشمم نمیومد، چون عادت داریم که بریم توی سیستم اداری ایران، مخصوصا جاهایی که پلیس باهات در ارتباطه، و بد اخلاقی ببینیم، بیمحلی ببینیم، کار را نندازن، دیر کار را بندازن. ولی توی این 4-5 سالی که اینجا زندگی کردم، انقدر هر جایی که میری، حالا نمیگم خیلی مهربون و اوکی و نایسن، ولی خداییش در مقایسه با چیزی که ما عادت داریم بهش، خیلی آدم های نایسی هستن و خیلی سیستم درست داره پیش میره. سیستم اداری کاری بهش ندارم، رفتار آدم ها رو دارم میگم. سیستم اداری اینجا به اندازه کافی مشکل داره و خیلی هم کند پیش میره. ولی به خاطر اینکه عادت کرده بودم به این سیستم، به این رفتارها، اونجا خیلی به من جا خوردم و برخورد که این چرا اینطوری صحبت میکنه. بعد سوالایی که ازم پرسید، گفتش که چیا تو بستته؟ گفتم که مثلا این و این و این. 5 قلم جنس نوشته شده بود، چیزی که اونجا هم تو ایران ازشون پرسیده بودن و نوشته بودن موقع ارسال. اینجا منم باید همونا رو میگفتم و من 1 قلم رو یادم رفت بگم. بعد 3 بار پرسید که مطمئنی همیناست؟ گفتم آره دیگه ایناست. بعد یهو یادم افتاد که آها فلان چیزم بود. گفتش خب بنویس. یه کاغذ گذاشت جلوم، نوشتم که اینو 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 این. بعد گفت حالا بنویس چقدر ارزش مالی داره. گفتم ارزش مالی ندارن اینا، رو به خاطر اینکه خاطره باهاشون داریم، وسایل قدیمی خودمونن، آوردیم برای مصرف خودمونه، اصلا قرار نیست چیزی فروخته بشه. گفت هر چقدر ارزش مالی داره؟ گفتم این 5 دلار، این 2 دلار، این 10 دلار. بعد گفتش که مطمئنی این ارزشا درسته؟ گفتم که آخه چیزای قدیمیه، من اصلا ارزشی ندارن اینا، ارزش مالی ندارن، ارزششون به اینه که ما میخواستیمشون داشته باشیم. گو اوکی بنویس امضا کن. نوشتم امضا کردم، یه خورده با اخلاق بد پای کامپیوترش یه چیزایی زد و ازم مدرک خواست، گواهینامه‌مو دادم. بعد گفتش که فقط گواهینامه که چیز نیست، مدرک اقامتی چی داری؟ گفت یه خورده به مدارکم گیر داد. خلاصه خیلی هم محبت کرد، کارمون رو انداخت. توی چیزش هم نوشتش که یه مبلغ کوچیکم بابت اینکه گمرکی با بدیم ازمون گرفتن و گفتن که اوکی، مهر کرد کاغذ و گفت بری. خلاصه اینکه یکی اون رفتار بده خیلی به من برخورد، یکی هم اینکه گفتم شاید یه تجربه‌مو بگم برای شما هم بد نباشه که بدونید اگر وسایلی که میخواید بیارید، غیر از بحث بیزینسی، یه وقت هست شما میخواید وسیله بیارید هر چیزی اینجا بفروشید، اون بحثش جداست، ولی اگه برای خودتون دارید چیزی از وسایل شخصیتون میارید، اول حتما 2-4 تا بکنید ببینید ارزش داره اصلا، چون هزینه‌ای که از ایران شارژشون کردن و اینجا نسبت به وسایل، اگر خیلی وسایل مهمی برای شما نباشن، از لحاظ مالی اصلا ارزش نداره این کارو بکنید. دومی که به درد سرش نمیارزه، حتی شما اگر میخواید این کارو بکنید و وسایلتون با ارزش نیست و میتونید این ریسکو بکنید، به نظر من خیلی بهتره که از گروهایی مثل کولبر کانادا استفاده کنید. آدمایی که مسافرایی که دارن میان و میرن، ازشون کمک بخواید، بسته به وسایل شما قیمت تعیین میکنن، حتی یه چمدون دو چمدون هم میارن، هزینه های بالاتری میگیرن، ولی به نظر من نسبت به هزینه و درد سرش توی گمرک میارزه که شما بدید کولبر براتون وسایل رو بیاره. میگم به غیر از مواردی که یا بخواید بفروشید واقعا وسایل رو برای بیزینس دارید وارد میکنید، یا اینکه وسایل با ارزش هستن، طلایی توشه، چیزای با ارزش توشون باشه، در غیر این صورت به جای پست کردن و این شکلی آوردن وسایل، بهتون پیشنهاد میکنم برید سراغ کولبر. یه توضیح هم راجع به کولبر بدم که یه گروهیه که آدمایی که حالا یا زیاد رفت آمد دارن یا اصلا سالی یه بار
یا یه دفعه اصلا تو کل عمرشون دارن مسیر بین ایران تا کانادا رو میان، یا برعکس توی این گروه میگن که فلان تاریخ من بلیت دارم، اگر کسی چیزی داره به من میتونه اعلام کنه. اینا برای کساییه که معمولا یا جا دارن یا میگم خیلی رفت و آمد دارن، خیلی وسیله‌ای نمیبرن با خودشون بیارن، مسافرت زیاد میرن، کار میکنن بین دو کشور، در نتیجه دو تا ساک پر با خودشون نمیبرن بیارن. اون دو تا ساکی که میتونن، دو تا ساک 24 کیلویی که میتونن با خودشون ببرن و بیارن، این کارو میکنن که یه درآمدی هم، یه بخشی از پول بلیتشون یا بعضی مواقع حتی کل پول بلیتشون رو در میارن، از کسی که میخواد جنس بفرسته میگیرن، حالا یا خورد خورد یا جا از یه نفر. این ریسک رو میکنن که وسایل یه آدم رو با خودشون از مرز رد کنن. خب امیدوارم این تجربه من برای شما هم مفید بوده باشه، به کارتون بیاد و از این ویدیو خوشتون بیاد. ممنون میشم اگه کانال رو، اگه سابسکرایب نکنین سابسکرایب کنین، برای دوستاتون هم بفرستین، ویدیو رو هم لایک کنین، خیلی کمک بزرگی به من میکنین. مرسی که با همون هستین، با ما بمونین. Thank you.